مشروع خبرها. در جریان یک هفته اخیر ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی 10% افزایش یافته و روز پنجشنبه یک دلار به 73 افغانی و 50 پول خرید و فروش کردید. مسئولان اتحادیه صرافان هرات پالیسی های در افغانستان بانک بر استفاده از پول ملی در معاملات، افزایش صادرات و نشست بریکس را عوامل کاهش ارزش دلار عنوان می کنند. از سوی هم شهروندان هرات از حکومت می خواهند بر قیمت مواد غذایی و نفتی نظارت نمایند تا بهای این مواد نیز کاهش یابد. ارزش پول دلار در مقابل پول افغانی تا یک هفته اخیر روند نزولی را پیموده و در روز پنجشنبه یک دلار به 73 افغانی و 50 پول در مارکت صرافی هرات تبادله می‌گردید. صرافان هرات عوامل افزایش ارزش پول ملی را پالیسی های در افغانستان بانک مبنی بر استفاده از پول ملی در معاملات، حراج هفتوار دلار، افزایش میزان صادرات و نشست بریکس دانسته، اما میگویند علی‌رغم کاهش سرسام‌آور ارزش دلار باز هم قیمت مواد غذایی و نفتی کاهش چشمگیر نیافته است. بعضی اواخر چند عوامل باعث شده که کاهش داشته ما در مقابل ارزهای خارجی، از جمله اولا خب فصل برداشت محصولات کل کشوره که پول به ولسوالی و اطراف اصناف اضافه میره، بعد مسئله مهم دیوم مسئله کشور ولایت های جنوبی مانه که دولت تحت فشار گرفته که اونا قبلا از کلدار پاکستانی استفاده میکردن، حالا اگر افغانی انگفتی میره به اون طرف ها چرا که اونا از افغانی باید در داد و ستاعت روزانه و روزمره استفاده کنن. این مشکل باید دولت هر چیزی تر رسیدگی کنه. برا در روزی که مردم دلار بالا میره، اگه یک تیم روغن میخرید میگه دلار بالا رفته، برای این میخرید میگه دلار بالا رفته. امروز که دلار بیامده به 70 میپیه دکوندار میگه ما گران خرید داره. ما دولت همین تقاضا داره که اینا بره کنترل کنه، بررسی کنه، برو در بداد از این مردم غریب و بیچاره برسن. از سوی هم شماری از فروشندگان مواد غذایی در هرات میگن قیمت مواد غذایی مختلف نسبت به هفته گذشته بین 200 الی 400 افغانی کاهش یافته است. آنان میافزاین ارزان شدن بهای مواد غذایی سبب افزایش توانایی مردم برای خرید و در پی آن باعث رونق کسب کار مردم میگردد. الان پول ارزان تر که باشه هر کس چم خو میبینه که بخره. پیشتر مردم میام مرتکه میام از ما ایواز که یک کیسه برین بخره، میام از یک من برین میخری، ایواز که یک بشکه یا یک تیم روغن بخره، میام از ما یک خیلی جواد کمی که یک سلیتری میخری، یا بعد حتی سلیترم پیل نداشتم بمی روغن ها یک لیتر میخریدم. انوال پین که باشه مرتکه پیل همو سلیتره مثلا دو تا سلیتر حال یک دلیتر میشه. باید از طرف ارگان های دولتی یک بررسی اساس شوه، چون شرکت ها هم قیمت هایی که اونا میگه تقریبا ما مجبور هستیم به قیمت که از اونا میخریم، اما قیمت روزمره حساب کنیم جنس میفروشیم. دکاندار و فروشنده در مجموع اینا قدر رول نداره. ما از شرکت میگیریم به مو دقیقه به مو روز حساب میکنیم. با این وجود شهروندان هرات میگن علی‌رغم کاهش بهای دلار در هفته های اخیر، اما قیمت مواد خوراکی و نفتی کاهش چشمگیر نیافته است. آنون در شرایطی که با بیکاری مواجهند از حکومت میخواهند که در کنترل قیمت ها با جدیت عمل کنند. از قیمت ها کل دیگه پایین بیایه. کریه ما الان به ترغندی میریم 240 روپی سراچه میستونه. ما آدمای غریبی هستیم، نداریم مسلمان ها. اگه همی پایین چیز نفت پایین بیایه خو قیمت هم پایین میایه. یا اتوبوسی بده یا چیزی بده که مردم راحت بشه، خود اسایش داشته باشه، مردم دیگه به تکلیف مسلمان ها. با این همه مقام های داره محلی هرات میگویند حکومت دو سال گذشته با سیاست معقول پولی توانسته از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند. مقام های اداره شهرداری هرات نیز می‌افزاین همزمان با کاهش ارزش دلار تا یک هفته اخیر قیمت مواد غذایی نیز کاهش یافته و آنان همه روزه بهای مواد غذایی و نفتی بازار هرات را کنترل می‌کنند. تثبیت ارز در برابر واحد پول افغانی از جمله وعده های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در اوایل پیروزی بوده که خوشبختانه در مهار تورم تثبیت ارز و حتی کاهش ارزهای خارجی نسبت به واحد پول ملی ما شما نشانگری است که امارت اسلامی افغانستان در بحث کنترل
چند گام جلوتر هست و صف تعیین شده ای که خود نظام در نظر داشته حتی بهتر عمل کرد نشان میده. اول روز هفته که روز شنبه بود پترول به 65 افغانی بودن، فعلا به 57 است. دیزل به 71 افغانی بودن، فعلا به 61 افغانی است. برنج درجه اول هندی به 2550 افغانی بود، فعلا به 2100 روپی است. برنج میدگی قبلا به 1400 بود، فعلا به 1250 و 300 هستند. گفتنی است که پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که واحد پولی افغانستان تا یک سال گذشته در میان واحدهای پولی 9 کشور قرار گرفته است که از ثبات خوب برخوردار بوده است.